بسم الله الرحمن الرحیم در درس 38 تجوید قرار داریم. ماده درس میخواییم که نون ساکن و تنوین در اقلاب ببینیم. ما احکام نون تنوین و نون ساکن در درس های قبل خواندیم، گفتیم که 4 حکم داره. حکمش اولش اظهار بود، دومش ادغام بود، سومش اقلاب است و چهارمش اخفا. اظهار و ادغام ما خواندیم و انواع ادغام هم فهمیدیم. حالا میایم سر اقلاب و اقلاب هم میبینیم که چی است. اقلاب در لغت تبدیل کردن هم میگن و در تجوید تبدیل نون ساکن و تنوین به میم تبدیل میکنیم یا شکلش تغییر میدیم. هرگاه نون ساکن و تنوین قبل از حرف ب بیایه، حرف ب یعنی حرف ب که ما در فارسی میگیم، یعنی که نون ساکن و نون تنوین قبل از حرف ب بیایه، ما در حالت نون تنوین و نون ساکن به میم تبدیل میکنیم و در تلفظ او را اخفای شفوی میکنیم. اخفای شفوی یعنی که غنه داره. علت ازی چی است که حرف ما اقلاب میکنیم؟ علت ازی است و هدف ازی تبدیل حرف نون به میمی است که نون در وسط قرار داره و در جوف دهن و در زبان و در خیشوم در این موقع در وسط دان ما این مخارج نون قرار داره و به طرف پایین از گلون ما که است این حلقوم است که 6 حروف حلقی بود اگه یادتان باشه و به طرف لب ما لبها قرار داره که 4 حروف از اونجا بود. در حروفی که در حلقوم بود که به نام حروف حلقی یاد میشد، همزه، ها، ها، عین، خا، غین بود و ما گفتیم که نون با این حروف هیچ یک مخرج مشترک نداره، لحاظا چون مخرج مشترک نداره ما ای را چی میکنیم؟ اظهار میکنیم. و نون با حروفی که در جوف دهن و در مخرج زبان است و در خیشوم است با اینها یا اخفا میشه یا ادغام میشه و یگانه حرفی که میمانه حرف است که با لب مخرج داره و در لب مخرج حرف ب، میم، واو و ف است که میم، واو و ف ای مخرج خود از طریق زبان و دندان و جوف دهن میگیره. یکانه حرفی که نمیتونه که با هیچ یکی از یا مخرج بسازه، تنها لب مخرج داره، او حرف ب است و نون مستقیما نمیتونه راسن با حرف ب یا حرف ب مخرج بسازه، مخرج خود مشترک بانه و در بین میم استفاده میکنه. شکل خود تغییر میده به شکل میم و وقتی که به میم خود تغییر میده، میم با حرف ب خود مخرج مشترک در لب امرای حرف ب پیدا میکنه و میم امرای نون در خیشوم مشترک است در مخرج. از این خاطر ای خود چون شکل خود تغییر میده ای را به نام اقلاب یاد میکنن. شما در بالا مثالش سعی کنید، ما دو مثال اینجا نشته کردیم، مثلا من بعد نشته کردیم. وقتی که نون ساکن است، پشت نون ساکن حرف ب آمده و ما وقتی که ای را میخواییم که تلفظ کنیم و نون ساکن ما به میم تبدیل میکنیم با
اخفای شفوی، یعنی که غنه کده غنه میکنیمش. این رو میخوانیم بدون غنه. اگه بخوانیم فامیده به خاطر فامیدنتون ات میخوانیم میم بعد، این میم بعد میخوانیم. و مثال دومه سمیعون بصیر است، این ما عین تنوین است، عین تنوین است، دو دانه دمه داره. ما این وقتی که اقلاب میکنیم تنوین به میم تبدیل میشه. این ما میخوانیم سمیعون بصیر، سمیعون بصیر. خنالی ما ایره بدون امتر عادی خواندیم، بدون تجوید خواندیمش. حالا وقتی که ما ایره به تجوید میخوانیم باید ایره اخفای شفوی کنیم. اخفای شفوی است که غنه را کتش گت میکنیم. وقتی که غنه را گت کردیم، یک چیز شما متوجه باشین که وقتی ما میم میگیم اینجا ما لبای ما در میم در میچسبه، و وقتی که حرف ب میگیم لبای ما از باید باز از چسبیدگی باز شود. یعنی در حقیقت این دو حرف میم و ب این دو دفعه چسبش لب داره، و ما میخواییم که از این دو دفعه چسبش لب به یک دفعه تبدیل کنیم. و وقتی که ما ایره به یک دفعه تبدیل میکنیم از حرف میم استفاده میکنیم. میم چسبش لبش از بین میبریم و امو مخرج لبش از بین میبریم و مخرج خیشومش باقی میمانه که غنه بکنه. و وقتی که لب میچسبانیم ما در حقیقت مخرج حرف ب را شروع کردیم. امید است که این باریکی را فهمیده باشین. سعی کنید ناله ما چی رقم میره در تجوید میخوانیم. میخوانیم من بعد پیشتر ما بدون تجوید این رقمی میگفتم میم بعد، دو دفعه لب میچسبید. حالا یک دفعه لب میچسبانم، وقتی که لب برای میم چسبش لب میم از بین ببرم مرکز مخرج خیشومش باقی میمانه. من بعد سمیعون بصیر. همین جدوالی را که ما اینجا برای شما ماندیم، این همین موضوعی که من شرح کردم همین را نشان میده. و در آخر شما یک چند مثال ما اینجا ماندیم همین را میبینیم که چی رقم تلفظ میشه. این الله کان سمیعا بصیرا. دیگه چه سعی کنین؟ لم تکن نشته شده، ما ایره میخوانیم لم تکن بینکم. خب میریم دگیش در سر دگیش الا من بعد ما جاءتهم. الا مم من نشته شده، ما ایره تبدیل میکنیم به میم. الا من بعد ما جاءتهم. و آخری نشته سعی کنین والله محیط بالکافرین. محیط ای ما ایره نونشه تبدیل میکنیم به میم و میم لب خود نمی چسبانیم، اما چسبش لبش از بین میبریم و غنیش باقی میمانه. ما میخوانیم والله محیط بالکافرین. وقتی که ما میگیم که ما چسبش لب از میم از بین میبریم و تنها غنیش میمانه، اینه میره میگن اخفای شفوی، یعنی اخفایی که توسط از اثر مخرج لب به وجود آمده. از او خاطر این اخفای شفوی میگن. امید است که درس امروز فهمیده باشین. در درس بعدی، درس 39، ما اخفا را در نظر میگیریم که ببینیم که نون ساکن و تنوین چی رقم ما اخفا میکنیم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.